درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام گروهی 29 تن در ایران را وحشتناک خواند. اعضای خانواده نرگس محمدی از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین خبر دادند. رکورد گرمای هوا در تهران و خوزستان شکسته شد. دبیر خانه کارگر زنجان از قطع کامل دست یک کودک کارگر معدن خبر داد. آمریکا به تهران در مورد ضربه ویرانگر به اقتصاد ایران در صورت حمله بزرگ به اسرائیل هشدار داد. مایکروسافت میگوید که هکرهای مرتبط با دولت ایران اقدام به هک حساب یک مقام ارشد در کمپین ریاست جمهوری آمریکا کردند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 9 آگست 2024 میلادی برابر است با 19 مرداد سال 1403 خورشیدی. پورتر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام گروهی 29 تن در ایران در روز 17 مرداد به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را وحشتناک خواند. وی اضافه کرد با احتساب این اعدام ها تعداد اعدام های گزارش شده در زندان های ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون به دست کم 345 تن رسید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه اغلب این افراد بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدن گفت تقریبا نیمی از اعدام ها در ایران از ابتدای سال 2024 تا به امروز در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. ترک با بیان اینکه بارها تاکید شده که اعمال مجازات اعدام برای جرایمی که شامل قتل عمدی نمی شود با هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر به شدت ناسازگار است، نسبت به عدم دادرسی عادلانه در پرونده های زندانیان اعدام شده در ایران ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر سایت حقوق بشری هرانا روز جمعه 19 مرداد اعلام کرد که حکم اعدام 6 زندانی سیاسی توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور ببخشید به اتهام بغی تایید شده است. این زندانیان که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند در سال 1398 به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های سلفی و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران به اعدام محکوم شده بودند. اعضای خانواده نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنها به اعدام رضا رسایی خبر دادند. در بیانیه خانواده خانم محمدی که روز پنجشنبه منتشر شد آمده اعتراض زندانیان به اعدام رضا رسایی منجر به حمله نیروهای امنیت زندان و نهادهای امنیتی مستقر در اوین و حضور گسترده نیروهای یگان نظامی زندان می شود. این بیانیه می افزاید در این حین دستور ضرب و شتم و حمله به زنان داده می شود و تعدادی از زنان که در صف مقابل نیروهای امنیتی ایستاده بودند به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. درگیری تا جایی پیش می رود که تعدادی از زندانیان آسیب جسمی می بینند و تعدادی هم دچار حمله عصبی می شوند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید سطح درگیری ما با دشمن از نقطه صفر تا اعماق وسیع است. اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، هم بار دیگر بر لزوم انتقام از اسرائیل برای ترور هنیه در تهران تاکید کرده است. به گزارش تسنیم، سلامی در مراسم الحاق 2654 پهپاد و سامانه‌های موشکی و جنگالی به نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندر عباس گفت در دریا باید مسیر غلبه را بر روی دشمنان این سرزمین ببندیم و بتوانیم در مواقع نیاز غلبه اراده الهی خود را بر دشمنان ایجاد کنیم. به همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و نقش نیروی دریایی سپاه گفت
ما البته درگیری را از فاصله صفر تا اعماق وسیع تعریف کردیم، یعنی ما باید توانایی داشته باشیم در خطوط و نقاط تماس با دشمن درگیر بشویم. دریا فاقد یک خط ثابت نبرد است. برخلاف زمین، جغرافیای ثابتی برای گسترش یا درگیری وجود ندارد. فرمانده سپاه بر لزوم بهره‌بری از فناوری‌های جدید در نیروی دریایی تاکید کرد. در همین حال اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه با ارسال پیام تبریکی برای یحیی السنوار رهبر سیاسی جدید حماس تاکید کرد که انتقام او از اسرائیل حتمی است. ببخشید، اهواز روز دوشنبه 15 مرداد با نزدیک به 47 درجه گرمترین شهر در جهان اعلام شد، اما قطع پیاپی برق و در مواردی آب در شهرهای خوزستان موجب نارضایتی شدید مردم شده است. پایتخت ایران هم در دو روز گذشته با ثبت 45 درجه در حال شکستن شدت گرما در تاریخ چند دهه خود است. افزایش دما در تهران در شرایطی ادامه دارد که قطع برق هم به مشکلات شهروندان افزوده شده است. در خبر دیگر، محمد مهدی فاطمی صدر مدرس حوزه علمیه زنان تکواندوکار ایران را لگد پران خواند. وی با اشاره به تکواندوکاران زن ایرانی در المپیک در شبکه ایکس نوشت: شریعت الهی زنها را از شمشیر زدن در میدان جهاد سخت هم معاف کرده است، چه برسد به اینکه آنها را به میدان لگد پراندنهای مهم گسل کنیم. دبیر خانه کارگر زنجان از قطع کامل دست یک کودک کارگر معدن شاهسنگ ارژن زنجان واقع در شهرستان سلطانیه خبر داد. اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان درباره این حادثه گفته است: در حالی که قانون کار اشتغال نوجوانان را تنها تحت شرایط کارآموزی و نیز در صورت وجود امکانات ایمنی مجاز می‌داند، روز 9 تیر ماه سال جاری یک کارگر 14 ساله به نام کمیل بهرامی هنگام کار در معدن شاهسنگ ارژن شهرستان سلطانیه بر اثر حادثه گیر کردن در دستگاه دستش از ناحیه کتف قطع شد. به گفته او در این حادثه بازوی یک دست کارگر به طور کامل از کتف قطع و از بدن جدا شده بود. با حضور گروه‌های امدادی او به بیمارستانی در زنجان و سپس به تهران جهت پیوند دست قطع شده اعزام شد، اما متاسفانه عمل پیوند موفقیت‌آمیز نبوده است. نجاری با بیان اینکه سالانه شمار زیادی کارگر همانند کمیل بهرامی بر اثر رعایت نشدن نکات ایمنی به شدت مصدوم شده یا جان خود را از دست می‌دهند، گفت که وقوع این گونه حوادث ناشی از کمبود نیروی کار است. یک مقام مسئول محیط زیست از وقوع دوباره آتش سوزی در جنگل های منطقه حفاظت شده کوه سرخ شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. محمد امین حسینی رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران روز پنجشنبه 18 مرداد در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا زمان شروع حریق در جنگل ها و مراتع منطقه حفاظت شده کوه سرخ را شامگاه چهارشنبه 17 مرداد اعلام کرد. با این حال اطفای حریق در این کوهستان حفاظت شده به دلیل صخره‌ای بودن، شیب تند و پوشش گیاهی انبوه و وزش باد با مشکل مواجه شده و تلاش برای مهار آن همچنان ادامه دارد. همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی از گسترش جنگ غزه، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده عصر روز پنجشنبه 18 مرداد از ورود جنگنده های F-22 رپتور نیروی هوایی این کشور به خاورمیانه خبر داد. سنتکام ورود این جنگنده ها را بخشی از تغییرات موضعی نیروهای ایالات متحده در منطقه و مقابله با تهدیدات ایران و گروه های مورد حمایت ایران در منطقه تحت پوشش و مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده عنوان کرد. در بیانیه سنتکام به پایگاهی که این جنگنده ها در آن مستقر شده اند اشاره نشده است. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. یک مقام آمریکایی به نشریه وال استریت جورنال گفته است که ایالات متحده به ایران به صورت روشن هشدار داده که در صورت انجام حمله بزرگ ضد اسرائیل، دولت تازه منتخب و اقتصاد این کشور ممکن است که ضربه‌ای ویرانگر و عواقبی جدی را متحمل شود. این مقام با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر گفت ایالات متحده هم به صورت مستقیم و هم از طریق میانجی‌ها این پیام روشن را به تهران ارسال کرده که خطر تشدید تنش در صورت انجام یک حمله تلافی جویانه قابل توجه علیه اسرائیل بسیار زیاد است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دولت جو بایدن در روزهای اخیر از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران اخطار داده که یک حمله گسترده تنها باعث تشدید تنش‌ها و خطر رویارویی مستقیم بین دو کشور می‌شود و از تهران خواسته که در مورد اقدامات تلافی جویانه خود تجدید نظر کند. طبق این گزارش‌ها، مقامات ایالات متحده این پیغام را منتقل کردند که انفجار منجر به مرگ اسماعیل هنیه هیچ شهروند ایرانی را نکشته و در نتیجه ایران هم نباید اقدامی نظامی انجام بدهد که مرگ شهروندان اسرائیلی را در پی داشته باشد. شرکت مایکروسافت روز جمعه 9 آگست با انتشار گزارشی خبر داد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در ماه جون به حمله سایبری و نفوذ به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار ریاست جمهوری آمریکا اقدام کردند. مایکروسافت اعلام کرد که چندین گروه وابسته به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده در ماه نوامبر به راه اندازی برنامه‌های تهاجمی، نشر اطلاعات نادرست و هک اینترنتی اقدام کردند. در گزارش مایکروسافت آمده که در ماه جون گروهی هکری با مدیریت واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک ایمیل فیشینگ را برای یکی از مقامات عالی رتبه یک ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری ارسال کردند. همچنین هکرها با استفاده از حساب ایمیل آسیب دیده یک مشاور ارشد سابق در یکی از کارزارهای انتخاباتی او را به دامنه تحت کنترل خود هدایت کردند. به گزارش اکسیوس، ایران راه روسیه را دنبال می کند که به دلیل هک کردن احزاب سیاسی بزرگ ایالات متحده در سال 2016 و عملیات موفقیت آمیز نشر اطلاعات نادرست در جهان بدنام است. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که تیم مذاکره کننده اسرائیل در روز 25 مرداد برای نهایی کردن جزئیات اجرای توافق در چارچوب پیشنهادهای ایالات متحده به میز مذاکره باز خواهد گشت. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل بعد از درخواست قطر، مصر و ایالات متحده برای از سرگیری گفتگوها در مورد آتش بس و آزادی گروگان‌ها منتشر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز پنجشنبه 18 مرداد در یک بیانیه مشترک خواستار توافق نهایی اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و برقراری آتش بس در غزه شدند. آنها در بیانیه خود با تاکید بر لزوم شرکت اسرائیل و حماس در دور نهایی مذاکرات در هفته آینده تاکید کردند که
زمان آن رسیده که برنج‌های طولانی مردم نوار غزه، گروگان‌ها و خانواده‌هایشان برن پایان بدهیم. اکنون وقت آن است که توافق آتش بس نهایی شود و گروگان‌ها و زندانیان آزاد شوند. رؤسای جمهوری ایالات متحده و مصر و همچنین امیر قطر افزودند اکنون یک توافق با چارچوب درست بر روی میز است و تنها جزئیات اجرای آن نیاز به نهایی شدن دارد. نباید وقت بیشتری تلف شود و هیچ بهانه‌ای از توی هیچ طرفی برای تأخیر بیشتر پذیرفتنی نیست. در ادامه هماهنگی اسرائیل و آمریکا در رویارویی با حملات احتمالی جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و متحدان آن علیه اسرائیل در آینده نزدیک، فرمانده سنتکام برای دومین بار در یک هفته به اسرائیل رفت. جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه بعد از ورود به تل آویو با سرلشکر هستی هالبی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ارتش اسرائیل، نشست طرفین حول بررسی امور امنیتی و راهبردی و بخشی از آمادگی‌ها برای مقابله با تهدیدها در منطقه بود. جنرال کوریلا روز دوشنبه این هفته هم با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتگو کرده بود. همزمان روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه از وجود نگرانی در اسرائیل، از توان یک ائتلاف منطقه‌ای و توانایی سامانه‌های دفاعی در برابر حمله پیچیده احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله خبر داده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم روز پنجشنبه نوشت اسرائیل آماده حمله احتمالی از سوی حزب الله و جمهوری اسلامی می شود و به مردم گفته است که در پناهگاه ها آب و مواد غذایی ذخیره داشته باشند. بنا به این گزارش بیمارستان ها هم آماده هستند تا در صورت لزوم بیماران را به بخش های زیرزمینی مجهز منتقل کنند و تیم های جستجو و امداد هم در شهرهای عمده مستقر شوند. دو مقام اسرائیلی و یک مقام اطلاعاتی غربی پیشتر گفتند که طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، حزب الله به احتمال قوی پیش از هر گونه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که رسانه‌های اسرائیل منتشر کردند نوشت تشکیلات اطلاعاتی ایران در ماه‌های اخیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را با هدف جذب شهروندان اسرائیلی افزایش داده و آنها را به انجام اقداماتی تشویق کرده که ممکن است به امنیت اسرائیل آسیب برساند. شباک فهرستی از این حساب‌های کاربری جعلی را منتشر کرد. گروه‌های تلگرامی با اسامی پوششی مانند ارتش مردمی، کارگران تحت تعقیب شعبه حیفا، گروه کاری اورشلیم و هومه در میان فهرستی است که شباک منتشر کرده است. بر اساس بیانیه سازمان امنیت داخلی اسرائیل، آگهی‌هایی در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی شناسایی شده که تشکیلات اطلاعاتی ایران آنها را زیر پوشش استخدام برای مشاغل جذاب و هیجان‌انگیز یا با وعده دستمزد بالا منتشر کردند. از کسانی که به درخواست‌ها پاسخ دادند، خواسته شده که با مراجعه به لینک مشخصات شخصی خود را ارائه کنند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل تاکید کرده که انتقال اطلاعات شخصی شهروندان اسرائیلی به نیروهای امنیتی ایران می‌تواند به امنیت این شهروندان چه در اسرائیل و چه در خارج از کشور لطمه بزند. برند گراجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. ارتش اوکراین میگوید یک فرودگاه نظامی در عمق خاک روسیه را هدف قرار داده و انبارهای آن را با بمب‌های هدایت شونده تخریب کرده است. ارتش اوکراین در بیانیه‌ای از آتش‌سوزی عظیم و انفجارهای متعدد در فرودگاه لیپس واقع در 350 کیلومتری مرز اوکراین در حمله شب گذشته خبر داد. مقامات منطقه لیپس وضعیت اضطراری در این منطقه اعلام کردند و انفجارها در یک تأسیسات زیربنایی انرژی را تایید کردند. بر اساس گزارش‌ها ساکنان 4 روستای مجاور منطقه مورد حمله قرار گرفته هم تخلیه شدند. این حمله در حالی است که گزارش‌ها از غرب روسیه حاکی از ادامه حملات زمینی 3 روز گذشته اوکراین به منطقه مرزی کورسک و گسترش عملیات نظامی در عمق خاک روسیه است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه در گزارشی از احتمال تغییر مواضع تهران در قبال اسرائیل خبر داد و نوشت ایران ممکن است به جای حمله به اسرائیل اشخاصی را که معتقد است مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران هستند هدف قرار بدهد. بر اساس این گزارش گمان زنی ها بر این است که تهران با هدف قرار دادن اشخاصی که با اعضای آژانس امنیتی موساد اسرائیل همکاری داشتند انتقام بگیرد. اسرائیل تاکنون مسئولیت کشته شدن اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته است. برخی از گزارش های منتشر شده حاکی از آن هستند که عوامل موساد از داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کار گذاشتن مواد منفجره در اتاق محل اقامت رهبر سیاسی حماس اقدام کردند. وزیر کشور اتریش اعلام کرد که بعد از دستگیری دو فرد 19 و 17 ساله به اتهام تدارک حمله به کنسرت تیلر سویفت در وین، یک جوان عراقی هم به اتهام همدستی با آنها دستگیر شده است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش روز جمعه از دستگیری این مرد خبر داد. او میگوید بازجویی از متهمان همچنان با فوریت ادامه دارد و از گذشته یک متهم دیگر در همین رابطه دستگیر شد. هویت متهم جدید 18 ساله و عراقی اعلام شده که در وین دستگیر شده و به گفته وزیر کشور او با متهم اصلی که مرد 19 ساله است در ارتباط بوده است. اطلاعاتی درباره اینکه این متهم عراقی در روز 16 مرداد با انجام بیعت به داعش پیوسته هم وجود دارد و پلیس در حال تحقیق درباره میزان مشارکت او در توطئه حمله به کنسرت تیلر سویفت در وین است.
سخنگوی دادستانی وین میگوید متهمان با قرار بازداشت زندانی شدند و تحقیقات ادامه دارد. متهم اصلی که یک مرد 19 ساله است، اتریشی و مقدونیه‌ای تبار است. دادگستری مقدونیه به درخواست اتریش تحقیقاتی درباره او و ارتباطاتش در این کشور را آغاز کرده است. پلیس یک نوجوان 15 ساله را هم در ارتباط با این توطئه دستگیر کرده بود که اکنون آزاد شده است. وزیر کشور اتریش میگوید که تحقیقات و بازرسی از اماکن مرتبط با این توطئه همچنان ادامه دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.